بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خیلی خوش آمدین به برنامه بعد از خبر. پاکستان از سال 2022 به صورت بسیار ویژه و همینطور گسترده و فراگیر درگیر بحران‌های عمیق امنیتی است. این بحران مخصوصاً در آغاز سال 2023 مضاعف شد و با انفجاری که در مسجدی در پشاور صورت گرفت و حداقل 100 نفر را و غالباً از نیروهای پلیس را به قتل رساند، تدابیر امنیتی پاکستان را به حالت ویژه در آورد و نشان داد که نیروهای امنیتی پاکستان در مهار تروریسم داخلی و به صورت مشخص تحریک طالبان پاکستانی ناتوان بوده. با دنبال آن، دولت اسلام آباد دست استمداد به سمت کابل و تهران دراز کرد و از این دو دولت خواستار همکاری برای مهار طالبان پاکستانی شد. پرسشی که مطرح است این است که با توجه به دیدگاه هایی که مطرح میشه مبنی بر این که به دنبال تحولات ساختاری سیاسی در افغانستان، تحریک طالبان پاکستانی هم توان مضاعفی برای به چالش کشیدن نیروهای امنیتی پاکستان یافته، از کابل یا تهران چه کاری ساخته است که بتوانند در امر مبارزه با تروریسم یا مهار نیروهای مخالف رژیم اسلام آباد و این رژیم کمک بکنند؟ در بعد از خبر امشب در خدمت جناب آقای سید حسین هادی استاد دانشگاه هستیم تا این موضوع را مورد حلاجی و واکاوی قرار بدیم. سلام با شما و خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما، سلامت باشین. سلام دارم خدمت بینندگان محترم تلویزیون تمدن و با درود و صلوات به ارواح طیبه شهدا. خیلی سپاسگزار. عرصه سیاسی در پاکستان همچنان که در مقدمه عرض کردم از سال 2022 به این طرف فاقد ثبات بوده و اکنون با آغاز سال جدید این عرصه بیشتر متشنج شده. علت اصلی تشنج و التهاب امنیتی در پاکستان چیست؟ گروه تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان کماکان معتقد هستیم که یکی از واقعیت‌های غیر قابل اجتناب پاکستان هست، با توجه به جمعیتی که دارن، با توجه به قدرت نظامی که در اختیار دارن، و از اون طرف هم در 20 سال اخیر یک میزبانی دقیق و درستی از طالبان افغانستان داشتن و در این حال یک مناسبت‌های بسیار نزدیک از نگاه سنتی، از نگاه آداب و رسوم و از نگاه اعتقادی بین طالبان پاکستان و طالبان افغانستان و یا امارت اسلامی وجود دارد. مشترکات ایدئولوژیک بیشتر. بله. از این جهت با سقوط حاکمیت قبلی و در این حال با اینکه حاکمیت امارت اسلامی خیلی سریع و سه وارد قدرت شدن و از طرف دیگه خروج پرهیجان و بی نظمی که از جانب کشورهای غربی صورت گرفت، باعث شد که عملا یک تغییرات جدیدی در داخل افغانستان و همچنان در داخل پاکستان به وجود بیاید و تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان یک جان دوباره بگیرن و یک اقدامات مشخصی را به صورت بسیار جدی انجام بتن و کماکان قدرتمندتر شدن. توازن قوی که در سالهای گذشته بین تی تی پی و دولت پاکستان وجود داشت با حاکمیت امارت اسلامی از هم شکست و عملا طالبان پاکستان قدرتمند شدن و میتونن موضعی جدیتر بگیرن و تأثیر گذارتر باشن در امور مناطقی که حضور دارن. درگیری میان دولت و مخالفان در پاکستان هر روز شدت بیشتری پیدا میکنه. آیا در سایه عدم تغییر در گفتمان عمران خان که به نوعی مبتنی بر حمایت از طالبان پاکستانی بود، این درگیری به همین منوال ادامه خواهد یافت؟ در این صورت چشمانداز آینده امنیتی پاکستان چگونه خواهد بود؟ عمران خان تأکیدش بیشتر بر مذاکره با طالبان بود، هم طالبان
تی تی پی یا طالبان پاکستان و در این حال یک ابزار قدرتی بود برای امارت اسلامی. از امارت اسلامی در نزد جامعه بین‌المللی به صورت بسیار قاطع دفاع میکرد و یکی از عبارت‌های بسیار جدی عمران خان این بود که تنها گزینه جهان در تعامل با امارت اسلامی باید باشه. در این حال یک موضوع بسیار آرام و نرمی را در قبال گروه تی تی پی داشت و با اونا هم وارد مذاکره شده بود و در این مجال داد که اونا قدرت پیدا کنند. و از این طرف دیگه اینا گروه تی تی پی یک جایگاه قابل ملاحظه ای را از قضای صلح به وجود آوردن و از طرف دیگه حوزه نفوذ و وسعت خود نسبت به قبل تر گسترش دادن و در این حال این قدرتشان مساوی حملاتشان به مراتب افزایش داد تا ما در ماه نوامبر بیش از 60 حمله را فقط در یک ماه داریم که حملات بسیار جدی را انجام داده. و از این طرف هم احسان الله احسان سخنگوی پیشین تی تی پی این مسئله را مطرح میکرد که ما در یک روز ده ها حملات داریم نسبت به نیروهای عساکر پاکستان و بسیار کمتر از اونا و قضایی که یا از نزد افکار عمومی پنهان میمانه یا به صورت بسیار درصد پایینش در خبرگزاری ها به نمایش گذاشته میشه. از این جهت قدرت تی تی پی افزایش پیدا کرد و حملاتشان هم جدیتر شد و طبعا میتونه از یک دست بالا موضوعگیری و مسائل خود مطرح بکنه. پس به این ترتیب وضعیتی که فعلا در پاکستان جریان داره احتمالاً برای یک مدت طولانی ادامه پیدا میکنه. یک مشکلی که به وجود آمد این است که حملاتی که از جانب پاکستان و از خاک پاکستان یا از هوای پاکستان نسبت به افغانستان صورت میگیره و همین به نوعی کشتن ایمن الظواهری اقداماتی که انجام شد، این عملاً ابتکار صلحی را که آقای سراج الدین حقانی و این میانجیگری را که بین پاکستان و دولت پاکستان و گروه تی تی پی انجام میداد عملاً بی اثر ساخت و از اون طرف هم آتش بس لغو شد و اقدامات جدیتری به وجود آمد. به خاطر همین قضایا فعلاً هم کسی نیست که مالکیت ابتکار صلح به دست بگیره و یک اقدامات جدی را انجام بده. از اون طرف هم اگر پاکستان هم دولت پاکستان هم نمی به صورت بسیار جدی و بی پرده وارد مسئله صلح بشه، اگر بخواین صلح بکنن نیاز به تایید پارلمان پاکستان دارن و پارلمان پاکستان هم معتقد است که از اون طرف با توجه به حملاتی که در سال 2014 به اردوی مکتب اردوی پشاور پاکستان توسط تی تی پی انجام شد، معتقد است که نباید با میز مذاکره و از روی گفتار و مسائل صحبت با تی تی پی اقدام بشه. بنابراین موضعی که تلاش میکنن پارلمان پاکستان بگیرن، اونا میخواین افکار عمومی مردم پاکستان نسبت به تی تی پی حساس بکنن و وارد مذاکره نشون و از اون طرف هم دست دولت هم بسته است و نمیخواین همچین اقدامی را بکنه. در این حال فرد تاثیرگذاری هم نیست که بتونه بر اساس اقداماتی که یا دوستی یا تاثیرگذاری که بر گروه تی تی پی داشته باشه مثل آقای حقانی یا افراد اشخاص دیگه یا حاکمیت امارت اسلامی اینا وارد مذاکره بشن. در این حال پاکستان از یک طرف دیگه تمام تلاشش یا باورش بر این بود که با آمدن امارت اسلامی به میدان و حاکمیت امارت اسلامی میتونن از این طریق گروه تی تی پی را مهار بکنن و وارد یک صلح فراگیر و دائمی بسازن. در صورتی که عکس قضیه اتفاق افتاد، کماکان اونا فکر میکردن ما میتونیم از ابزار امارت اسلامی استفاده بکنیم، ولی فعلا با توجه به ارتباط ایدئولوژی که بین تی تی پی و امارت اسلامی و مقامات امارت اسلامی وجود داره، بعید به نظر میرسه که امارت اسلامی به صورت بسیار صریح وارد مذاکره بشه. طبعا خط فکری، طبعا اهداف، برنامه‌های تی تی پی باید در اینجا مورد توجه قرار بگیره. یک موضوع دیگه هم هست که وقتی اسلام آباد از کابل برای مهار طالبان پاکستانی درخواست کمک میکنه، مبتنی بر یک موضع پیشینی هم هست و اوی هست که از نظر اسلام آباد حکومت فعلی افغانستان و طالبان پاکستانی امکان و مجال فعالیت یا حضور در پایگاهی در داخل خاک افغانستان را داده و طالبان پاکستانی با استفاده از خاک افغانستان علیه مواضع نیروهای دولتی پاکستان حملات تروریستی انجام می‌دهند.
اگر این موضع‌گیری را ما جدی بگیریم که قطعاً جدی هم هست و در واقع یکی از اتهامات بسیار سنگینی است که اسلام آباد بر کابل وارد میکنه، کابل در شرایط حاضر و با توجه به اینکه خودش با بحران امنیتی از ناحیه داعش و سایر جریان‌های تروریستی مواجه است، چگونه میتونه به قضیه مذاکرات یا صلح دولت پاکستان و طالبان پاکستانی ورود بکنه و نقش آفرینی مثبت و مؤثر داشته باشه؟ در قدم اول، پاکستان معمولا در طول تاریخ نسبت به افغانستان تاثیرگذار بوده، یا مثبت یا منفی، خیلی غالبا و اکثرا منفی. اختلافی هم که فعلا به وجود آمده ای است که کماکان تیاره های بی پیلوت از خاک پاکستان وارد حریم افغانستان میشه و حملاتی را انجام میده. و این هم یک شکافی را بین سیاستمداران افغانستان و حاکمیت سرپرست و از اون طرف هم بین طالبان، بین دولت پاکستان به وجود آورده. و از اون طرف دیگه هم در این حال نه تنها در این حاکمیت بلکه در حاکمیت جمهوریت هم، وقتی که طالبان، وقتی دولت پاکستان دوگانه بازی میکرد، عملا از یک طرف نسبت به طالبان افغانستان به عنوان یک دارایی استراتژیک نگاه میکرد و از اون طرف دیگه هم نسبت به تی تی پی اقدامات بسیار خشن و جدی را به وجود می آورد، کماکان گاهی اوقات به گفته کارشناسا و تحلیلگران و پژوهشگران تعدادی از زخمی های گروه تی تی پی و طالبان پاکستان وارد خاک افغانستان می شد و در اونجا تداوی می شد و برنامه‌ای را توسط قبیله و افراد و اشخاصی که در اونجا داشتن اقدامات صورت می گرفت، یک نفسی تازه می کرد و بعد دوباره وارد حملات دیگه می شد. این مشکلات و این مواردی که فعلا به وجود آمده، بله، این اقدامات ممکن هست درست باشه که گروهی از تی تی پی وارد افغانستان میشه و ممکن در اینجا یک نفسی تازه بکنه و دوباره اقدامات و بعد این مسائل بعدی را انجام بده، ولی میدانن که با فشار و با جنجال و با مشکلات ممکن گروه های دیگی از طرف جریان های خاص دیگی وارد میدان بشه به نام داعش خراسان و از این آب گلالود بتونه ماهی بگیره و اقدامات بدتری را به وجود بیاره. در این قضیه باید مسئولین امارت اسلامی باید جدیتر به قضا و عمیقتر نگاه بکنن، به خاطر اینکه خیلی از کشورها از جمله پاکستان این امکان دارن تا بتونن اگر بخواین فشار بیارن بر امارت اسلامی، گروه های تروریستی و افراد و اشخاص و گروه های مشخصی را تمویل بکنن، تجهیز بکنن، آموزش بدن تا بتونن از طریق فشار بر امارت اسلامی به خواستای خودشان یا برای حداقل کاهش حملات تی تی پی و در نهایت بر مذاکره با تی تی پی اقدامات مشخصی را انجام بدن. اما به نظر می رسه که موضوع بسیار ریشه دارتر و عمیقتر از این موضوع هست، آنچنان که برخی از پژوهشگران و محققان تروریسم مطرح کردن و در ادامه صحبت های حضرت عالی هم مناسب است که موضوع رو مطرح کنم. اونا هشدار می دن که تحولات ساختاری سیاسی در افغانستان در 1.5 سال پیش توازن قوا بین دولت پاکستان و طالبان پاکستانی را تغییر داده و آنچه در افغانستان اتفاق افتاده موجب شده که طالبان پاکستانی حداقل انگیزه نیرومندتری برای مبارزه با دولت اسلام آباد پیدا بکنند. میان آنچه در افغانستان اتفاق افتاد و آنچه از تشدید خشونت در پاکستان میگذره چه رابطه و نسبتی وجود دارد؟ عملا گروه تی تی پی یک جان دوباره گرفت با حاکمیت امارت اسلامی و اونا این انگیزه را پیدا کردن که یک مبارزه ولو دوامدار باشه 20 سال یا 20 و چند سال منجر به پیروزی میشه. ممکن در افغانستان اتفاق افتاد و ای بعنوان یک دستاورد بسیار کلان برای گروه تی تی پی هم میتونه محسوب بشه. و در این حال گروه تی تی پی تأکیدش بر تسلیمی دولت هست،
یا به بهانه مسائلی که ما یک شریعت اسلامی را در پاکستان بنا بکنیم، و از طرف دیگه اصرار دارن بر لغو ادغام مناطق خودمختاری که قبلا بود و فعلا به ایالت خیبر پختونخوا یک جای شده و ادغام شده. معتقدن که حداقل اگر نتونست یک دولت پاکستان تسلیم خودش بکنه، در این حال بتونه یک ایالت خردی را، یک حاکمیتی را در یک مکان مشخصی، در یک امارت کوچکی به وجود بیاره و از اون طریق بتونه آهسته آهسته نفوذ بکنه به دیگه ایالت‌های پاکستان، مناطق مختلف پاکستان، و حتی نفوذ بکنه بر سیاستمداران پاکستان. طبعا این انگیزه ای که به وجود آمده و از قدیم هم امارت و از قدیم هم پاکستان و افغانستان بر یک تأثیر متقابل داشتن، نه تأثیری یک جانبه که کماکان پاکستان فکر میکرد که تأثیری که میتونه برای افغانستان داشته باشه، افغانستان نمیتونه برای پاکستان تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم داشته باشه. حالا مشخص میشه که کماکان این تأثیرها متقابل هست. اگر ابزارهای فشاری در اختیار دولت پاکستان قرار داره، کماکان در اختیار افغانستان همی ابزارهای فشار وجود داره و از این ابزارهای فشار میتونن به نفع منافع خودشان استفاده بکنن. بله. سناتور رضا ربانی، عضو پارلمان پاکستان که از نمایندگان مطرح و مهم پارلمان پاکستان هست، خواستار تحقیق در مورد دولت قبلی پاکستان شده، بخاطر اینکه او فکر میکنه که سیاست بازپروری دولت عمران خان در قبال تحریک طالبان عامل وضعیت فعلی و جاری در پاکستان است. دولت عمران خان چرا و چگونه موجب تقویت طالبان پاکستانی شد؟ دولت عمران خان تمام تاکید و تلاشش بر این بود که از راه تعامل و گفتگو و مذاکره با طالبان پاکستان وارد بشه، و در این حال از اون طرف دیگه هم تلاشش و لابیش برای تحکیم و قدرت یافتن امارت اسلامی بود، چه در دوره مذاکرات که کماکان دو سال قبل یک صحبتی داشت که به زودی در افغانستان یک حاکمیت جدیدی به وجود میاد که نمایندگی بکنه از تمام اقشار مردم افغانستان، و این موضوع مورد نارضایتی حاکمیت قبلی قرار گرفت، یک سری اقداماتی به وجود آمد و یک شکافی جدیتری به وجود آمد. یک سری اقدامات و عمل کردی که دولت عمران خان و مشخصا خود ایشان داشت از راه تعامل وارد می شد، و این تعامل باعث شد که طالبان پاکستان یک قدرت جدیتری پیدا بکنه، خودشان را تجهیز بکنن، موقعیت و نفوذ خودشان را در مناطق مختلف گسترش بتن، یک فرصتی پیدا شد تا بتانن تجدید قوا بکنن و از این نقطه به صورت بسیار جدی استفاده بکنم بر علیه پاکستان. از همین جهت باعث شد که فعلا هم ربانی این مسئله رو مطرح میکنه که چرا دولت پیشین موضع نرم و تعامل با تحریک طالبان گرفته بود، منعطف بود خیلی در مقابل طالبان. ولی در مقابل آقای عمران خان نیروهای دولتی پاکستان را در مقابله با آنچه تروریسم نامیده میشه به سهل‌انگاری متهم میکنه. آیا نیروهای دولتی پاکستان در مبارزه با طالبان پاکستانی سهل‌انگار هستند یا نه سیاست تقریبا حمایتی عمران خان از طالبان پاکستانی موجب مهار ناپذیر شدن و غیر قابل کنترل شدن این جریان در پاکستان شده؟ هر دو مسئله میتونه درست باشه. از اون طرف با برخورد شفاف و در این حال برخورد آرام و نرمی که عمران خان به صورت علنی، یک سیاست علنی و واضحی را در قبال تحریک طالبان گرفته بود در قالب مذاکره، باعث قدرت یافتن این گروه شد، باعث این شد که نفوذ خودشان را بیشتر بکنه، و در این حال بیش از 15 میلیون جمعیت کماکان ارتباط دارند، در تمام ایالت ها زندگی میکنن، ارتباط با نیروهای امنیتی و نظامی دولت پاکستان برقرار کردن، نفوذ خود در بدنه دولت هم بردن،
نمیشه که بلا فاصله وقتی یک اراده صورت بگیره اونا باعث یک حملات بسیار جدی گاهی اوقات البته صورت گرفته، یک حملاتی که باید حتی باعث شده که چندین قریه کاملا با خاک یکسان شوه، ولی با وجود این تلاش صورت گرفته که با ارتباطی که با دولت پاکستان حتی در قالب مقامات بلند پایه و حتی مقامات پایین رتبه‌ای که کماکان کمتر تغییر میکنن با اونا داشته باشه و این مسئله باعث شده که در حملاتی که صورت میگیره یک استحقاقی را به وجود بیاره، حداقل یک باعث بشه که این حملات کمتر شوه یا تاثیرگذاریش کمتر شوه. از اون طرف هم با توجه به حمله‌ای که عرض کردم خدمت شما در سال 2014 بر مکتب اردوی پیشاور صورت گرفت، طالبان هم دولت پاکستان هم مانده که یا بین سازش یا بین اقدامات نظامی کدامش انتخاب بکنه. یک عزم جدی بر حملات مشخص دوامدار طولانی مدت نداره، از اون طرف هم نمیتونه سازش بکنن چون این سازش هم تبعاتی رو داره، به خاطر این در یک دوگانگی سیاسی هم دولت پاکستان باقی مانده. بعد از انفجار در مسجدی در پیشاور که مدت پیش انجام شد، هم وزیر داخله و هم وزیر دفاع پاکستان در پارلمان این کشور سخنرانی کردند و در یک اقدام بی سابقه اعتراف کردند به این که آنچه این وضعیت را به وجود آورده حمایت پاکستان در طول سالیان گذشته از پدیده تروریسم بوده. چطور مقامات پاکستان در زمانی که از تروریسم به عنوان یک ابزار در جهت دست یافتن به اهداف راهبردی خود در منطقه و از جمله در افغانستان استفاده می کردن نمی تانستن پیشبینی بکنن که روزی ممکن است این مار درون آستین زهر خود را در قلب خود پاکستان هم فرو بریزه؟ پاکستان در همسایگی پاکستان در حقیقت جز چین که تا حدودی آرام هست و به دلیل اقدامات و به عمل کرد استراتژیک بین پاکستان و چین وجود داره از آرامی بهتری برخوردار است و نمیتونه اقدامات مشخصی را انجام بده، در روی این حال تمام همسایگان پاکستان از پاکستان و از عملکرد پاکستان ناراض هستند و پرویز مشرف هم این مسئله را مشخصا اعلام کرد در مصاحبه‌ای که داشت و گفت ما تروریسم را تقویت کردیم، اقدامات مشخصی را بر ضد منافع حاکمیت قبلی و دوره آقای کرزایی به اصطلاح ما انجام دادیم برای تضعیف حاکمیت کرزایی، برای که بتانیم ضد منافع دولت قبلی اقدام بکنیم و از او طرف دیگه هم با توجه به عمل کردی را که با جامعه جهانی و مشخصا با غرب و آمریکا برقرار کرده بود به بهانه مبارزه با تروریسم کماکان پول می گرفت، بنا نیست که از یک طرف مبارزه بکنه با تروریسم و تروریسم کلا از بین ببره و از طرف هم باز منابع مالیش می موند. در این حال کماکان دوگانه بازی می کرد و سیاست های دوگانه ای اتخاذ کرده بود و همین سیاست های دوگانه یقینا فکر نمی کرد که روزی ممکن هست دوباره دامن خودش هم فرا بگیره و بر علیه خودش هم اقدامات مشخصی انجام بشه. یکی از نقاط ضعف بسیار جدی است که دولت مردان پاکستان انجام دادن و مشخصا یقینا گریبان خود پاکستان هم در حال در شرایط فعلی هم گرفته و کماکان بیشتر درگیر میکنه. در این حال آقای عمران خان تاکید کرده که تنها راه مقابله با تروریسم متقاعد کردن امارت اسلامی با همکاری مشترک با پاکستان است، چیزی که در بیان شما مطرح شد، ولی میخوام این را بیشتر باز بکنین. امارت اسلامی چه نقشی میتونه در بازگشت آرامش با پاکستان بازی بکنه؟ همون روابط اعتقادی که وجود داره، آداب و رسوم مشترک، قومیت مشترک و در این حال روابطی که مثلا بین آقای حقانی و آقای محسود وجود داشته و کماکان بین رهبران تحریک طالبان پاکستان و امارت اسلامی وجود داشته در طی 20 سال و قبل از او حتی، این مسائل باعث شده که تنها گزینه‌ای که وجود داشته باشه که بتانه برای تحریک طالبان پاکستان تأثیر گذار باشه نقش امارت اسلامی هست و امارت اسلامی میتونه این نقشه به صورت جدیتر بازی بکنه تا بتانه به نفع افغانستان هم تمام شود. یعنی بنا نیست که یک سری اقداماتی مواردی صورت بگیره که فقط پاکستان از زاویه و عینه که خود میبینه، یعنی فکر میکنم که بهترین راه هم همین میتونه باشه که بر اساس ارتباطی که عمیقا در گذشته وجود داشت و کماکان
او تقویت شده. همین مسئله است که این ارتباطات بسیار عمیق است و میتونن استفاده بکنن بین امارت اسلامی یا طالبان افغانستان و تحریک طالبان پاکستان. ولی خب ما در بعضی موارد شاهد تنش و تقابل میان کابل اسلام آباد بودیم در یک نیم سال گذشته، تنش‌های لفظی بسیار سنگین و جدای از درگیری‌های مرزی که اتفاق افتاد. با توجه به این تنش آلودگی روابط کابل اسلام آباد، آیا باز هم اسلام آباد میتونه به نقش آفرینی کابل در خصوص مهار طالبان پاکستانی امیدوار باشه؟ یک سری افراد به صورت خاص میتونستن تاثیرگذارتر باشن، مثلا جنرال حمید چه در زمانی که در ISI بود و چه در زمانی که قمندانی قلوردی پشاور را بر عهده داشت، به عنوان یک بازیگر اصلی که هم در پاکستان نفوذ داشت و هم در میانش با امارت اسلامی خوب بود و مشخصا با گروه حقانی خوب بود، که میتونست از این جهت یک میانجی و یک ابتکار عمل توسط امارت اسلامی و شخصیت های حاکمیت نسبت با تحریک طالبان پاکستان باشه. وقتی که جنرال حمید هم برکنار میشه، عملا کسی دیگه ای که بخواین به دنبال مذاکره باشن، به دنبال حل جنگ از طریق گفتگوهای صلح باشه، ای اشخاص هم نیست. یعنی نبود اشخاص در پاکستان مشکلاتی را به وجود میاره، با توجه به ای که حملاتی که فرمودین در مسجد هم به وجود آمد، حملات مختلفی دیگه هم که به صورت روزانه پیش میاد. پارلمان پاکستان و دولت فعلی پاکستان بیشتر تلاش میکنه که افکار عمومی را به ضد تحریک طالبان پاکستان تقویت بکنن، نه به طرفی که بتونن مذاکره بکنن و بتونن جنگ و مشکلات و درگیری هایی که فعلا در پاکستان وجود داره بتونن از طریق مذاکره حل و فصل بکنن. بله. و آخرین پرسش خدمت شما مطرح میکنم، در یک و نیم تا دو سال گذشته شاهد اوجگیری تنش ها و ناامنی در پاکستان بودیم و این نشان داد که نیروهای امنیتی پاکستان در کنترل وضعیت ناتوان هستند و در مقابل نیروهای مخالف یا طالبان پاکستانی و همینطور بلوچ‌هایی که معترض هستند و مخالف هستند، اینا دست باز و بالایی دارند در به چالش کشیدن دولت اسلام آباد. با توجه به این وضعیت، آینده امنیتی کشور پاکستان با چه دورنمایی مواجه است و پیامدها و عوارض و آثارش برای افغانستان چه خواهد بود؟ در قدم اول باید یه مطرح بکنیم که هر زمانی دولت مردان و یا حاکمیت هایی در هر جایی به وجود آمده، یک سری از واقعیت های غیر قابل کتمان را کنار گذاشتن و تلاش کردن از راه فشار و ترس اونا را ترغیب بکنن یا تحمیل بکنن اراده خودشان را ضرر کردن و مشکلات و ناامنی هایی به وجود آمده. دولت پاکستان نمیتونن این جمعیت وسیع را که هم نیروی نظامی دارن، هم از نیروی ایدئولوژی برخوردار هستن و هم یک موقعیت مکانی بسیار جدی و قابل توجهی را در بخش سرحدات بین افغانستان و پاکستان بر عهده دارن، نمیتونن اینا را با حذف و با حملات غافلگیر بکنن یا تأثیرگذار باشن. از این جهت تنها راهی که باقی میمونه مذاکره هست. تا این شرایط به وجود نیاید، از این طرف دیگه هم نقش افغانستان هم میتونه در اینجا تاثیرگذار باشه. اگر افغانستان و حاکمیت افغانستان یک نقش جدی را و یک نقش عاقلانه را و یک نقش تاثیرگذاری را بازی نکنه، تا بتونه از یک طرف از ناامنی هایی که باعث میشه کشورهای مختلف از جمله مثلا به نوعی گروه هایی که به نام داعش میان اقداماتی را انجام میده، به تحریک ممکن به عنوان ابزاری باشه در دست دولت پاکستان، از این مسائل جلوگیری نکنه، ممکن هم آسیب افغانستان هم بزنه، که کماکان سیاست خارجی پاکستان در امور افغانستان گاهی اوقات به زیان مردم افغانستان بوده. از این جهت باید یک سری اقدامات مشخصی را تنظیم بکنن تا بتونن یک منافع متقابل تضمین بکنه، بتونن اونا هم یک
TTP یا تحریک طالبان پاکستان هم بتونن به بخشی از خواسته های خود حداقل برسن، در این حال بتونن دخالت پاکستان در امور افغانستان هم توسط این قضیه خاتمه بده، یعنی یک بابی باز نشه که دوباره کماکان افغانستان مورد مداخله پاکستان یا هر قدرت و کشور دیگه در کوتاه مدت و در بلند مدت به بهانه های مختلف قرار بگیره. خیلی سپاسگزارم از حضور شما جناب آقای سید حسین هادی استاد دانشگاه، استفاده کردیم و برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی داریم. از حضور همراهی همیشگی شما بینندگان عزیز هم با برنامه بعد از خبر تشکر میکنم و تا دیدار دیگر همه را به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.